سال نوتون مبارک باشه. امروزتون سرشار از زیبایی و نشاط و نگاه پر مهر خدا همراه تک تک لحظه هاتون. سلام، سلام به دوستان رادیو تورنج کانادا. از خداوند بزرگ در این سال جدید شادکامی رو واسه تک تک شما عزیزان خواستارم. سلام، سلامی گرم در این روزهای زمستونی. صبحتون لبیز از برکت خداوند و سال نوتون مبارک. سلام دوستان، سال نوتون مبارک. آرزو میکنم غمهای دلتون برن زیر اولین برف زمستونی و دلتون سفید و همیشه بدون غم بمونه و شاد شاد باشید. سلام، امیدوارم امروز زیباترین لبخندها بر لبانتون، بالاترین دستها نگاهبانتون و قشنگترین چشمها بدرقه راهتون باشه. سال نو بر شما عزیزان مبارک و یک شنبتون غرق در شادی. خوش اومدین به برنامه خودتون، ویژه برنامه طنز رادیوی با هم بخندیم. همکاران این برنامه عبارتند از پیام، محمد، مهدیه، مهدی و شانا. عمه من عکس شوهرش گذاشته و نوشته گرمای نگاهت کرسی سرمای زمستونی چه رومانتیک و برق نگاهت چراغ بیداری من، لبخند بزن. ای جان. آره، بابام زیرش کامنت گذاشته حالا حسن آقا چند وات هست. شبا روشن نکن پشه دارش جمع میشه. کامنتش هم باحال بوده. یه سگ خریدیم برای باقیمون 4000 دلار که نگهبانی بده. خب حالا از ترس این که ندوزنه شبا با بابام کشیک میدیم نبرنه. برعکس. آره اونو ندوزن. بچه یه بار هیفنون رو میبرن جنگ. خب میبینم رفته وسط خط مقدم، لغ شده، خوابیده رو زمین. ازش میپرسن چه غلطی داری میکنی؟ میدونی چی برگشته میگه؟ چی میگه؟ دارم به خاک دشمن تجاوز میکنم دیگه. معلومی؟ تازگی‌ها یه آزمایش به آزمایش‌های قبل از ازدواج اضافه شده، حدس بزنید چیه؟ خیلی هم کاربردیه. دختره رو میندازنش تو آب. واو. اگه رفت زیر آب طبیعی و نچراله، اگر اومد بالا همش پروتزه. این روزا پس بکنم همه بیان رو آب. از حیف نون میپرسن طولانی ترین شب سال چه شبیه؟ میگه چی؟ میگه شبیه که با خانومت قهری و اونم دامن کوتاه پوشیده و یه جلود را میره. شب قیامته. نابودم کرده به خدا. آه
زنم یه اومد توی اتاق و به هم گفت. چی گفت؟ تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این نگاهت واسه چشمام گرم و لطیفه. آقا منم که بی جنبه یه ها زغمر شدم. جاتون خالی. من ظرفای نهارم من کردم آهنگش چیستر. بچه واقعا نامردیه. چرا؟ این روزا پدر، روز پدر داریم، روز مادر داریم، روز دختر داریم، روز معلم داریم، یه عالم روزهای مختلف داریم، ولی روز عمه نداریم. خدای پرکاربردترین آدم فامیلم هست بیچاره. من که آی لاف یو عمه جون. از بقال سر کوچه یادش میکنه تا دیگه بچه. خدا رو شکر که عمه ندارم. بچه ها امروز به بابام گفتم $200 داری بدی؟ خب اونم گفت آره بیا. منم با کلی ذوق رفتم بگیرم ولی به هم نداد. بعد فهمیدم منظورش از بیا اون بیا بوده. منظورش بیا دیوونم کرده. حیا این بابات هم پروژه است. آره ماشالله والله. یه خانومی 8 بچه داشت. خب 7 سفید بودن و شبیه به هم، ولی 8 سبزه و کمی متفاوت پیش میاد. از روز تولد 8 شوهرش بهش شک کرده بود، ولی به خاطر اینکه بنیاد خانوادهشون از هم نپاشه چیزی نمیگفت. یه روز خانومش خیلی حالش بد بود و در حال مرگ بود که شوهرش رو صدا کرد و گفتش بیا میخوام بهت یه اعترافی بکنم. چی گفت؟ خانوم برگشت گفت میخوام بهت یه اعترافی بکنم پیام جونم. جونم بگو. آره. بعد شوهرش گفت میدونم میخوای راجع اون بچه سبزه صحبت کنی. ولش کن. خانومش بهش گفت نه اون 7 سفید ها یعنی نگاه کن 7 آره چه اشتباهی داشتیم. بس که ما مرد ساده دلیم، این همه کلا سرمون رفته تازه فکر کنم یه دونش تاییش. سگاری واسه داداشم خوشم چند روز پیشم بود. سلامت باشی. ایشالله که یه روزم واسه پیام جون بریم. گوش کنین دختره، گفتش که وا ما از این رسم ما نداریم جهیزیه بدیم. از اول گفته باشم داداشم هم یهو عصبانی شد و از جاش پاشو گفت ای ما هم رسم نداریم زن بگیری. خلاصه زد بیرون. دختره داره از پنجره داد میزنه به خدا رسممون تا پارسال بوده امسال آپدیتش کردیم. بسی بابا این بیشواری داره بیداد میکنه. البته اگه واسه پیام بریم پیام میگه باشه جهیزی هم من میدم. دیگه خیلی داره میگذره ما بعد ازم مجبورم لده بالا جهیزرم قبول میکنه. بچه چی کنیم داری میگم خواستگاری برای من بیا. نه قربونت برم خوبه باشه که من برمیگم. موسیقی
شهر داری 2,000,000 هزینه کرد روی دیوار نوشت. چی نوشت؟ سیگار آرام آرام انسان را نابود میکنه. خوبه. آره. یکی هم اومد روزش نوشت. ما هم که عجله‌ای نداریم دادم. ای بابا. استقلالی. صبورن. صبورن. خیلی صبورش بوده. شهرداری هم که روی بره رو دیواری چیزا مینویسه. پشت ماشینم زدم فروشی، شمارم هم نوشتم. تو ترافیک یارو زنگ زده به میگه هی داش این ماشین سمت چپیه خیلی بد داره رانندگی میکنه، تو به پیش جلوش، منم از پشت میچسبونم بهش، حالشو بگیریم. پایه ای؟ وای ملت خیلی خلاق شدن به خدا. بیکار و خلاق. آره چی فکری به نظرش رسیده؟ دیزاین کن. قزنفر میزنه تو گوش جعفر. ای بابا شروع شد دوباره. آره جعفر میگه از عم زدی یا شوخی کردی؟ خب قزنفر میگه عمدن زدم. جعفر میگه خب الهی شکر، چون اصلا حوصله شوخی ندارم. ترسیده بوده. آره ترسیده بوده. بچه ها هرچی فکر میکنم چرا تا به این سن رو دست مامانم موندم، فقط این فکر میاد که جفتم شاید تو کشتی نو جا مونده باشه. این اصلا ازش خبری نیست. منم همین فکر میکنم. ولی من فکر میکنم بابات قایمش کرد. تو همش تقصیر باباته. آره ما هم هایی دست کرده. بکنیم پیام تو این سال جدیدانه. ممنونم. بچه ها راستشو بخواید من تصمیم داشتم این شب عیدیه همه تونو به رستوران و کافی شاپ دعوت کنم. راستشو بخواید با خودم که بیشتر فکر کردم فهمیدم بهتره به یه چیزی دعوتتون کنم که یه سودی هم براتون داشته باشه. آخه ببین مخصوصا شما رستوران و کافی شاپ که چاقتون. نه چاقتونم که تو رژیمه. نه به خاطر همین منم تصمیم گرفتم شماها رو به ایمان، تقوا و عمل صالح دعوت کنم. باشد که تا رستگار شوی. نگرانم دیگه بالاخره. هم باید معنوی هم باشه، خدا خواهد نماد مادی باشه. آره متوجهم. چه زده؟ جابته آخه یکی نیست بگه حیوان. آخه بیشعور. اینجا واقعا جای نیش زدن بود. کارم شده 3 ثانیه خاروندن، نیم ساعت خندیدم. مامانم هم هی میگه زهر مار سرمو بردی. میبینی مشکل تو با بابات، مشکل من با مامانم. خدا صبرمون بده. واقعا واسه دوست دخترم یه توتی خریدم، زنگ زدم میپرسم چطور بود عزیزم؟ خوب بود. چی گفت؟ میگه والا مزهش مثل مرغ بود. ای وای. آره بابا. ای بابا داشت میگم بابا تو که خوردیش که. ولی بازم ممنون، دست درد نکنه. چه خاطریه دوست دارم. خوشت باشه. تو رو نخوره مهدی. بعد یه چیز واسش نمیخرم.
شکمون عباس. میگم مامان اومی، مامان اومی. ها چی میگی؟ این همه برنامه آشپزی برای چی خوب میبینی؟ تو که نه دست پختت خوبه نه چیزی یاد میگیری، والله پولا رو برای چی خرج میکنی؟ باید برم قبض بر خدا تو من بدم. وای لیز، حالا خودت این همه فوتبال میبینی الان کنار رونالدو قوقا میکنی؟ کاکو یعنی یه طور قانع شدم که چارت گوشه تلویزیون رو ماچ کردم تا الانم اصلا اسم فوتبالم دیگه نمیارم، یه راست رفتم رو منقل. تو خوش اینجا دیگه با مامانت صحبت نمیارم. سنگر دفت کن. بچه ها عکس العمل مردم بعد از تأخیر مترو چیه؟ توی ژاپن بعد از 10 ثانیه تأخیر شکایت از واحد حمل و نقل. سایونارا. ایتالیا بعد از 1 دقیقه تأخیر مسئولین بی کفایت. اوکراین بعد از 3 دقیقه تأخیر تعجب مردم. ایران بعد از 20 دقیقه تأخیر ایول بچه های قطار اومد. داستان‌های ملا نصرالدین. روزی دوستی از ملا نصرالدین پرسید: ای ملا، آیا تا به حال فکر ازدواج افتاده ای؟ بله، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم. خب نتیجه چه شد؟ راستش را که بخواهی برخرم سوار شده و به هند سفر کردم. در آنجا با دختری آشنا شدم که بسیار زیبا بود، ولی من او را نخواستم چون از مغز خالی بود. بعد به کرمان رفتم، دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا، ولی من او را هم نخواستم چون زیبا نبود. ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که بسیار زیبا و همون که خیلی دانا و خیلی خردمند و چیزهوش بود، ولی با او هم ازدواج نکردم. دوستش کنجکاوانه پرسید: ای ملا، ولی آخر چرا با او ازدواج نکرده ای؟ برای اینکه او نیز خودش به دنبال کسی میگشت که من میگشتم و اون در من اینها رو نمیدید.
هموطنان عزیز، امیدوارم که در سر تا سر کانادا همیشه دلتون لبریز از امید، لبتون با لبخند عشق، کلامتون آراسته به مهربانی، نگاهتون به نور الهی و زندگی به کامتون باشه. امروزتون به خیر و شادی، همیشه با ما باشید و با ما بخندید. سپاس از شما شنوندگان خوب رادیو تورنج که تو این برنامه هم همراه ما بودید. لطفاً حتماً از طریق سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 و ایمیل info@radiotorange.com نقطه نظرات، پیشنهادات و یا جوکای خودتون رو برای ما ارسال کنید تا با نام خودتون اجراشون کنید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. خب دیگه نشین اینا، بعد از این طنزا دیگه شارژ شدیم، حالا میخواییم برفتیم. یک دو سه ببینم رقصتون امسال آپدیت کردیم. بله آها درش بده. بله چرا که نه، خوشگلش بده. سلام بچه‌ها، امضا امیدوارم که برای همه ان شاء الله.